به ادامه محور خوش آمدید. یک دادگاه در نیویورک درخواست پرداخت غرامت برای خانواده های قربانیان حمله 11 سپتامبر را از دارایی های افغانستان رد کرده است. قاضی این دادگاه گفته است که پرداخت غرامت از دارایی های منجمد شده بانک مرکزی افغانستان فراتر از صلاحیت های این دادگاه. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید که دادگاه نیویورک بر بنیاد دلایل حقوقی و قانونی ادعای وکیلان خانواده های قربانی را رد کرده است. دادگاهی در نیویورک درخواست پرداخت غرامت به خانواده های قربانیان حمله 11 سپتامبر را از دارایی های منجمد شده بانک مرکزی افغانستان رد کرد. سارا نتبورن رئیس این دادگاه فدرال ایالات متحده پس از اعلام تصمیم نهایی گفته است که بر بنیاد محدودیت های دادگاه ادعای پرداخت غرامت را نپذیرفته است. از سوی هم نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید که برای حفاظت از سرمایه های افغانستان با شماری از نهادهای مدنی و غیر دولتی در ایالات متحده آمریکا دفاعیه هایی را ترتیب دادند و به خاطر رد این ادعا پیشکش کردند. برای طرفین دعوا 14 روز وقت داده شده تا در صورتی که مخالف از این تصمیم باشند میتونن اعتراض خود را به محکمه متذکره کتبا تسلیم نمایند. حق یک کشور، حق ملت‌ها را یک محکمه اگر به این شکل توضیح میکرد، من فکر میکنم این دیگه فاجعه حقوقی بین الدول، یعنی حتی حقوق انسان ها به شکل جهانی زیر سوال می آمد. آزاد شدن پول ها یک خطر کلان، ریسک بسیار کلان به خاطر از بین بردن پشوانه پولی شما، ارزش پولی شما داره، ولی آزاد سازی حسابات شما و نرمال شدن تجارت خارجی شما رشد اقتصادی را امشالله حتما در قد نتیجه میده. در همین حال معاون سخنگوی امارت اسلامی این اقدام دادگاه نیویورک را می ستاید. استقبال میکنم، یک گام خوب است و این هم روشن و واضح است که ما در حوادث 11 سپتامبر افغان ها دست نداشت و این پول هایی که فعلا منجمد است باید هر چیز زودتر به مردم افغانستان آزاد شود. بر همدې بنسټ د افغانستان بانک، د امریکایی قاضی د وروستي اقدام چې ګواکې د سپتامبر د 11 پیخي قربانیان د دې پیسو مستحق نه دي هرکلی کوي. در ادامه شکایت 150 تن از خانواده های قربانیان حمله 11 سپتامبر، دادگاهی در امریکا حکم داد تا خانواده های قربانیان این حادثه 7 میلیارد دلار غرامت بگیرند. پس از بازگشت امارت اسلامی، وکلای مدافع این خانواده ها خواهان این غرامت شدند. ما هم روی همین موضوع بیشتر بحث میکنیم با مهمانان برنامه، دریاخان بهیر آگاه اقتصادی و بلال فاطمی آگاه روابط بین الملل. تا لحظات بعد با ما خواهند پیوست. آقای بهیر سلام بر شما، به برنامه خوش آمدین. خبر خوش میشنویم امروز. سلام خدمت شما و طریق شما خدمت تمام همتنان خیش. تشکر از دعوتتان. سلام. بله، مردم افغانستان منتظر همچو موضوعی بودن به دلیل از این که نگه داشتن یا تحریم کردن پول های ذخایر ارزی افغانستان هم از بود دو بود داره، هم از بود تکنیکی و بود حقوقی. خب اختیار صلاحیت در دست کشورهای است که پول امرشان بود، بخصوص ایالات متحده امریکا. اما نگه داشتن این پول از یک لحاظ که تحولات که در 15 اگست سال گذشته آمد، از لحاظ حقوقی نمیتونستن که پول منجمد بکنن. اما تصمیم که اینا در اواخر آقای جو بایدن گرفت که پول یک بخش از زیر 50% از زیر 3.5 میلیارد دلار میشه، این تخصیص بتن به قربانیان جنگ یا حمله 11 سپتامبر که هیچ ارتباط به مردم افغانستان نداره، این از لحاظ حقوقی هم ارجحیت نداره، جواز نداره و از لحاظ اخلاقی هم یک کار درست نیست. افغانستان در شرایط فعلی در وضعیت بد اقتصادی مردم افغانستان قرار داره و ایران تمام دنیا میفهمند که در کنار از این که مردم افغانستان با خصوص یک تعداد از سرانی که در پی سالهای گذشته حاکم بودن بالای افغانستان، اینا ظلم را که در حق مردم افغانستان کردن و در جانب دیگر امو تمیل کنندگان افغانستان که کشورهای اروپایی، امریکایی نبودن، اینا هم کار نکردن، یعنی استراتژی را
یا برنامه ری یا تدوین نکردن که به اساس از او افغانستان یک اقتصاد پایدار و متکی به خود داشته باشد، تا بعد از 20 سال با انقطاع حکومت و با این وضعیت که پیش آمد مردم افغانستان سر پای خود ساز شد. یعنی به این معنا که در وضعیت یا در چگونگی بحران فعلی اقتصادی افغانستان ما اول انتقاد سر مردم و سر خود افغان ها میکنیم، افغان ها در قدم دوم دنیا هم البته کمکاری ها و کاستی هایی که داشتن و افغانستان به این وضعیت رسیده و در ادامه از این موضوع اگر دنیا یا ایالات متحده امریکا به این تصمیم میگیره که وازی پولا رو بگیرن، یک بخش از ایره 3.5 میلیارد دلار که بسیار به مشکلاتی جمع آوری شده و پس انداز شده، ایره بخواین به قربانیان یک حادثه که هیچ مربوط به مردم افغانستان نمیشه به او تخصیص بدن و یک بخش دیگه از ایران بخواین تحت عنوان کمک های بشر دوستانه که در طول یک سال گذشته ما شاهد از این هستیم نسبت به اینکه خط فقر البته گرافش پایین تر بیه برعکس گرافش به مراتب بالاتر رفت، یعنی به این معنا که راه را یا نقشه را که یا راه را که پیموده بودن نقشه را که طرح کرده بودن با بدترین وضعیت میخواستن اینجا دوباره هم ادامه بدن. این خبر خوب روی جزئیات موضوعات دیگر میایم آقای بهیر، ولی گفته یک دادگاه در نیویورک این موضوع را رد کرده چون دادگاه های مختلف در آمریکا است، ولی قاضی این دادگاه گفته که پرداخت غرامت از دارایی های منجمد شده بانک مرکزی افغانستان فراتر از صلاحیت های این دادگاه است. یعنی این به چه معناست؟ یعنی در کل دادگاه های به دادگاه دیگه مراجعه کرده یا اینکه کار در واقع همینجا ختم میشه دیگه پایان میابه که به قربانیان 11 سپتامبر پرداخت نمیشه کارش تمام است یا به این معناست؟ امیره میخواستم توضیح بتین. و همونطور که در افغانستان ما شما شاهد هستیم در دیگه دنیا به این شکل است، مثلا در افغانستان ما محکمه یا دادگاه محکمه ابتدایی داریم باز استیناف باز تمیز است، در ایالات متحده امریکا دوست ما بیان اونا روی خط مردان بیشتر معلومات میتن اونجا هم به می ترتیب است، یعنی یک قدم ابتدایی بود. این به این معنی نیست که کار ختم است، این پول دیگه به قربانیان 11 سپتامبر پرداخت نمیشه به این معنی هم نیست، یعنی این موضوع ادامه داره به مو رتب یا به مو مراجع بالاتر ارجیت پیدا میکنه، چون در اینجا یک مسئله است از لحاظ آقای سپیر اگه بگویم از لحاظ اخلاقی هم با آقای بایدن یک بار بسیار خوشایند نخواهد بود که اینا یک بار فرمان صادر بکنن و این فرمان از یا اجرایی نشه یا از سیاسی یا جایگاه. اما این موضوع مطرح است که ماها وقت کشی شد، یعنی ماها سرگردان بود این موضوع، این هم میتونه جای بحث باشه چون برای افغانستان تبعات داشت. طبیعتا موضوعات تصامیمی که گرفته میشه در قبال یک کشور یا در قبال یک مردم بیشتر از 35 میلیون انسان که در یک جغرافیا زندگی میکنن، ای هر قدر که از لحاظ زمانی وقت میبره هم به ضرر افغانستان است، یعنی باید بازپرسی شود و هر قدر که از ای اگر به یک شکل مصرف صورت بگیره به شکل نقدی ای هم مورد تعمق است باید از این حساب گرفته شود، اما این کار خاتمه نیافته دوام پیدا میکنه. اگر پالیسی حکومت فعلی یا نظام فعلی در افغانستان به می شکل باشه و اینا یک لابی خوب نداشته باشند، یک روابط خوب با دنیای بیرون نداشته باشند، کشورهای دیگر به این البته قناعت نتند که با امریکا وارد تعامل یا مذاکره شوند تا این پول افغانستان به یک شکل درست تا یک پروسه شفاف دقیق و نظارت شفاف که به مردم افغانستان نفش برسه و به مصرف نرسه این بود. بسیار زیاد تشکر آقای فاطمی، سلام بر شما، شما به برنامه خوش آمدین. آقای بهیر گفتن خبر خوش است و شما چطور در این باره فکر میکنین؟ یک دادگاه در نیویورک درخواست پرداخت غرامت برای خانواده های قربانیان حمله 11 سپتامبر را از دارایی های افغانستان رد کرد. قاضی دادگاه گفته که پرداخت غرامت از دارایی های منجمد شده بانک مرکزی افغانستان فراتر از صلاحیت های این دادگاه است. فکر میکنین که کار تمام شده یا اینکه بحث به دادگاه های دیگه کشانده خواهد شد؟ حالا صلاحیت جو بایدن هم هست آقای بهیر مطرح کرد، شما با سیاست های آمریکا بیشتر آشنایی دارین، این موضوع به همینجا خاتمه پیدا میکنه یا اینکه نه خوشبین زیاد نباشیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام با شما مهمان گرامی آقای بهیر و شنوندگان تلویزیون شما. خب حضور رو باید از اینجا شروع کنیم. زمانی که این قضیه مدت 7-8 ماه پیش به اتفاق افتاد، در اون زمان ما در این مورد همی صحبت کردیم که لحاظ حقوقی امریکا نمیتونه به هیچ وجه این پول به حساب بگیره و به غرامت 11 سپتامبر بپردازه. دلایلی که وجود داره او دلایلی است که اولی که خود قضیه که دو اینا 19 نفر متهمین هستند و دو یک نفر هم افغان نیست. دومی است که قضیه دوسیه یا قضیه را که در مقابل عربستان سعودی امریکا جور کرد و در او از عربستان سعودی با میلیاردها دلار به شکل غرامات در قضیه 9 سپتامبر ادعا کرد و گرفتن، در او قضیه اصلا در او دوسیه اینا نام افغانستان و دخالت افغانستان ذکر نکردن که خودش ثبوت حقوقی به نسبت معافیت افغانها در قضیه است. دیگه اما چرا جو بایدن اقدام به چنین کار زد؟ ما میایم مرا وقت بدین، ما کلی حضور وقت چی میکنم، چون در قودگی است که مجرم قضیه را که اینا بالای کس ادعا داشتن اسامه بن لادن، او در افغانستان کشته نشد بلکه او در پاکستان کشته شد. فلهاز علیاد حقوقی اینا مشکل است که ثابت کنن کی بود. چرا آقای بایدن این کار کرد؟ چون آقای بایدن میخواست که در اون وقتی که نو شکست خورده بودن از افغانستان برآمده بودن، میخواستن یک برای ملت خود یک تسلیت بده و در عین حال به افغانستان یک فشار نشان بده، چون ای پول نمیتونست که ای پول به کدام شکلی اینا در اختیار خود یا چیز کنن منجمد بسازن. فلهازا یک مکتوب روان کردن به دادگاه امریکا که اگر از این پول ما با واقعی 9 سپتامبر برای با او فامیلا بپردازیم. اینجا جوی بایدن باری دوش خوده که فرمانی را که باید صادر میکرد او فرمان قابل عمل نمیشد، گرفت بار دوش اداری خوده با گردن قضای امریکا انداخت. چون در موخ ما همی گفت گفتیم که اگه ای گفت به قضا بره، در قضا اول طرف مقابل هم باید وکیل داشته باشه تا دفاع کنه. دیگه ایست که اثبات ازی بسیار مشکل است. فلهذا به هر قیمت و هر حالتی که باشه این پول پس عودت میکنه به ملکیت افغانستان. میم در مورد ازی که قاضی سارا ندبرن از در نیویورک از منحتن منطقی منحتن نیویورک که فیصله دارده، اینجا دو قاضی است و این دو قاضی جوری از این قضیه هستند. یک قاضی همی سارا ندبرن است که فیصله را داده. تا زمانی که قاضی دوم هم این فیصله را نده و هر دو جوری به یک نظر نشن و اگه او نظر مخالف بده، فلحاظ این نظر از این اصلا کدام اعتبار حقوقی و کدام حکم نداره، یعنی حکمی نیست. و حالی هم قرار فکر میکنه چقدر زمان میبره تا تاییدی قاضی دوم هم گرفته شوه؟ و چون با سیاست های امریکا آشنا هستین، چون پرسش هم پیشتر با آقای بهیر مطرح کردم که چون ماها در واقع وقت کشی شد و اینجا تبعات زیادی همونطور که آقای بهیر هم صحبت کرد به مردم افغانستان داشت و به سرمایه گذارا تاجرها داشت. ببینن اینجا وقتگوشی از طرف حکومت امریکا شده نه از طرف قضا. چرا وقتی قضیه را شما پیش کنین باید طرف مقابل وقت بتین که وام بیایه و ادعای طرف مقابل هم صورت ده. اونجا از طرف افغانستان مدعی وجود نداره. سفارت افغانستان از بین بردن، حتی سفیر هم رخصت کردن. نماینده سازمان ملل هم نمایندگی از افغانستان نمیکنه. فلحاظ حقوقی سازمان های افغانی حتی فامیلای افغانستان که در اونجا وجود داره میتونن به دست جمعی برن ادعا کنن و یک وکیل مدافعی بگیرن. مگرم اینجا گپی است که خود دادگان به این میفهمه و دولت هم به این میفهمه که این قضیه را برنده نیستن، از این خاطر این را تال میتن. به نظر من در آخر بر خود جوی بایدن سه را داره. یک رایی داره که قضیه را دوباره بگیره. دومی است که به دادگاه دوباره خودشان بره. سومی است که دادگاه فیصله نهایی خود بده. ما یقین کامل دارم که در دادگاه قضیه به نفع افغان ها میآید، چرا که از لحاظ حقوقی اونجا ادعایی وجود نداره، سندی وجود نداره، ثابت کرده نمیتونن که افغان ها در این قضیه هستن و این پولی که پول ملت افغانستان است نه پول طالبا. اما از آدرس افغانستان کسی نیست که دفاع بکند. فکر میکنید چه کسی دفاع خواهد کرد؟ امریکایی ها خودشان دفاع میکنن از این موضوع؟
نه خیر، امریکایی خود نمی کنن، می تانه که گروپ فرزند یک گروپ اجتماعی و یا گروپ مدنی امریکا بخواه که ما از افغانات، چرا که فامیلا اکثریت فامیلای واقعی 9 سپتامبر ای را گفتن که ای پول ما نمی گیریم، ای پول اصلا حق ما نیست، فلحاظ ای خودش به نفع افغانستان است. و حتی اگر دو نفر هم از این جمله به قاضی پیش و بگه که این پول ما نمیگیریم، پول ملت افغانستان است، فیصله به نفع افغانستان میه. و دیگه ای است که خود افغانستان، حکومت افغانستان اول اگر مدعی شوه ای لحاظ حقوقی کامل ترین طریقش است، چون افغانستان به رسمیت شناخته نشده نماینده نداره. فلحاظ سازمان های افغانی که در امریکا وجود داره، انجمن های افغانی مثلا افغان اسوسییشن اف امریکا که هست، اونا میتونن من حیث نماینده افغان، چون اکثر افغان هایی که در خارج هستن با امارات اسلامی خوب نیستن، اونا نه تنها که با امارات اسلامی یک مخاصمت دارن، نمیخوان که همین موضوعی که موضوع افغانستان است حتی به این دفاع برن. مگر هم علیات حقوقی یک دسته جمعی از افغان ها هم اگر جمع شوند و درخواستی بتن و بگیرن، حق دفاع را اونجا دارن. و در اینجا باید به شما ایره تذکر بتم که ایره آقای بایدن ای پوله، چون 7.5 میلیارد در نزد امریکا بود و 2 میلیارد در نزد اروپاست، از اونو 7 میلیارد اونا 3.5 میلیارد به حقوق بشر مختص کردن و 3.5 میلیاردش هم دادن به در قضای امریکا، که در هر دو صورت در مورد پولی که به حقوق بشر مختص کرده بودن، در دوحه آقای تام وست با متقی با اتفاق رسید، این پول با چیز نمیتن به حقوق بشر، با کمک های بشری او را پس میگردانن به بانک، و پول که در اختیار قضا است، قضا حکم خود که بده او پولم پس به بانک میره، فلحاظ پولای پشتوانی افغانستان پس به جای خود میره. اگر نظر آخری که جوی بایدن دیشب در این مورد داده، نظر جوی بایدن نیست که این پول پس برمیگردن به افغان ها، خب میخواین که این پول به یکی از بانک های مثل سویتزرلین انتقال بتن تا اونجا. به نظر من این نظر نظر فی است، این را باید افغان ها قبول نکنن، پول ما باید به شما برمیگردن بانکی افغانستان همونجا. بسیار زیاد تشکر آقای فاطمی. آقای بهیر، صحبت های آقای فاطمی رو شنیدین، ولی ماهاست که این موضوع ادامه داره، در محافل بحث میشه، دوهر هم آقای فاطمی اشاره داشتن، آقای متقی بارها چون ما گزارش هایش داشتیم که بحث شده روی ای، فکر میکنه چند درصد کار پیش رفت؟ 50%، 80%، 90%، چقدر؟ ما فکر میکنم یک فیصدی محدود پیشرفت داشته تا فعلا. ایره خو ما و شما میفهمیم شایدش هستیم، اگر در یک کشور یا در هر جای یک موضوع مورد تنازع قرار میگیره یا به محاکم کشانده میشه، بازی دیگه تا نهایی شدنش فکر کنین دو سه محکمه باید تکمیل شود. و شما میبینید دو نوع پالیسی را یا پیش میبرن، یکی که مسئله پیشتر صحبت شد، فرمان آقای جو بایدن بود، برداشتن یا گرفتن از او فرمانم کار ساده نخواد بودن بر از اونا، الا که پسان باز من سر از او صحبت میکنم، این زمان میبره و اینا میخواین که این پروسه همی به میشکل دوام پیدا بکنه، و خود امریکا میخواه همین گونه ادامه پیدا بکنه، اداره بایدن همین گونه سیاست داره در قبال این موضوع؟ بله، میخواین دوام پیدا کنن و او هم به این دلیل دوام پیدا میخواین این موضوع را کشاله دار بسازن که ممکن اینا به این فکر هستن اگر سیاست های طالبان تغییر بکنه یا یک اندازه انعطاف پذیری از خود نشان بتن و با دنیا یک مقدار بیشتر در تعامل شوند، خواستای دنیا و از افغان ها که از اینا را ایران قبول بکنند، تا یا امو انعطافی که نشان میتن به اساس امو انعطافشان باز ممکن آقای بایدن بر از امی تمکین بکنه و با استدلال بمی بکنه که چون فعلا در حکومت فعلی افغانستان یا نظامه که حاکم از اینا در سیاست ها و در پالیسی هاشان نسبت به جامعه بین الملل، نسبت به مردم خودش تغییر آمد، یا از خود به اصطلاح فروکش نشان دادن، یا از خود انعطاف پذیری نشان دادن، به می دلیل ما از این موضوع میگذریم و مردم هم کسایی که قربانیان 11 سپتامبر بود اینا هم از این موضوع گذاشتن، به می دلیل ما از این پولا، از این جنجال محاکمه و از این تصمیم گرفته بود، از این موضوع ای را چی میکنیم؟ خلاص میکنیم. در نهایت گپ به میجا میرسه، اما اینجا ببینید که امی وضعیت فعلی یا وضعیت جاری سیاسی و اقتصادی کشور به چه شکل جریان داره. حوادث آخر متاسفانه یک ماه گذشته حمله در مرکز و
بله این موضوع تمامش باعث شد کارهای پیشرفتهایی که در این موضوع خب گفتم با وجود بحث ایمان الزواهری مطرح باشه ما گفتن گفتگو میکنیم با طالبا. خب در مجموع آقای سپر گفتگو باید شد دنیا ایره اگر ما ایتو قضاوت بکنیم که ما یا افغانستان به می وضعیت فعلیش به دنیا ضرورت داره و دنیایش به افغانستان ضرورت نداره نه. ای یک موضوعی من فکر میکنم یک موضوعی باطل است اما اندازه که ما ضرورت داریم یک اندازه شاید دنیا هم اما منتقدین آمریکا بیشتر آمریکا را ملامت میکنن حالا کشورهای مثل چین هم بگیریم خب بحث‌های سیاسی هم مطرح است چون بین اونها رقابت ها هم است ولی برگردیم به اینجا که در داخل افغانستان هم کسانی هستن مثلا از آدرس امارت اسلامی صحبت میکنن اینا میگن که در واقع آمریکایی ها به ازی موضوع به گونه ابزار فشار بر امارت اسلامی استفاده میکنه شما موافق هستین با این بحث آقای سپر اینجا دو موضوع است یکی فشار که جامعه بین الملل به خصوص امریکا میخواین با امکاناتی که در اختیار دارن وارد بکنن که وارد کردن از 15 آگوست سال گذشته منجمد شدن پولا قطع همکاری ها مالی همکاری مالی و تکنیکی این مسئله و دوم خود مردم افغانستان بیاین به این پر بگردیم که خود مردم افغانستان چی میخواین گذشته مجزا از اینکه ما بگیم که دنیا از ما چی میخواین خود مردم از نظام حاکم یا از امارت اسلامی چی توقع دارن اما حقوق ابتداییشان اینا میخواین و باید برشان داده شود تا این یک موضوع واضح است در بحث ها همیشه ریاضی صحبت کردیم که تا زمانی که داخل کشور فاصله بین حکومت و بین ملت کم نشه حقوق اساسی و ابتدایی ادبا یک کشور برشان داده نشه یک فضای تعریف شده با وجود نبیه یک حکومت تعریف شده با وجود نبیه یک قانون باشه که مردم بفهمه که ما از تحت چتر کدام قوانین ما زندگی میکنیم تجارت ما به اساس یا اقتصاد ما به اساس کدام اصول یا به اساس کدام قوانین پیش میره آیا ما دارای کدام بازار هستیم آیا ما با کی میتونیم تعامل اقتصادی و سیاسی داشته باشیم نداشته باشیم دوام حکومت سرپرست ما چی اندازه است نو حکومت داری ما چی شکل است این موضوعات است در کل اما تعداب است تا این حل نشه و دوم مردم افغانستان به حقوق خود نرسه و این موضوع در داخل یک اجماع نبه ما فکر نمیکنم که ما با دنیای بیرون خود یا محیط پیرامون خود به توافق برسیم اول این مسائل باید حل شود تو زمان وقتی این مسائل حل شد از راه باز میشه به تعامل با کشورهای خارجی بسیار زیاد تشکر آقای فاطمی روی اون موضوعی که شما میخواستین صحبت کنین میپردازیم ولی یک پرسش دارم که چون میخوام بفهمم که شما چه فکر میکنین آیا این موضوع به زودی پروندهش بسته خواهد شد آیا دارایی های افغانستان آزاد خواهد شد یا نه هنوز اول قصه است و میتونین در ادامه روی اون موضوعی که میخواستین صحبت کنینم بفرمایید خب دینجا دو تا پس یکی خوب همین صحبت هایی که آقای بهیر کردن همین مشکلات همگی در صد رای از این مسئله است چون اینا میخواین که مسئله پول از این مسئله سیاست بیرون بکنن چرا که سیستم بانکی افغانستان کاملا به حساب به رکود رفته و به حساب روپاشی است و این پول پولی است که پشتوانه بانکی افغانستان است از این خاطر خود آمریکایی هم نگرانی میکنن نگرانی میکنن بله و اینا معلومه طور میشه که میخوان چرا که با وجود از اینکه ببینن بعد از مسئله الزواهری اینا کاملا خواستن دروازه ها را بسته کنن اما دوباره صدا آمد که امریکا میخواه که در مورد پول های منجمد شده با طالبا صحبت کنن و صحبت دوباره کنن چرا که هدف امریکایی است که پول باید رها شوه مگر به دست طالبان نیفته تنها سیستم بانکی افغانستان که این یک پشتوانه ازی است و به شکل نقدی به دست کسی نمی افته چرا این تنها پشتوانه است و مراوده های بانکی افغانستان ریگولاره می کنه و او را منسجم می سازه به ازی خاطر اونا می خواهند که یک راهی را بسازند تا امریکا این پول پس آزاد بسازه امین نظره که قبلا ما می خواستم بالای صحبت کنم که در صحبت های آقای جو بایدن و بلینکن تازه روی داده اونا گفتن که ما روی مکانیزم کار میکنیم که این پول آزاد شوه و به یک بانکی مثل بانک سویتزرلند منتقل شوه به نظر ما یک اقدام غیر درست است چرا که از یک را اینا میگن که پول نمیخوان که به دست افغانا قرار طالبا قرار بگیره واسه
طرف دیگر سیستم بانکی افغانستان، اگر اینا این پول از بانک ریزرف امریکا بکشن و به بانک سویتزرلند انتقال بتن، یکی است که از اختیار بانک ریزرف امریکا میبره و بانک بین المللی بیرون میره، ملکیت افغانستان میشه، هر حکومتی که در افغانستان باشه او حق خروج از او را پیدا میکنه، فلحاظ اینجا یک مشکل پیدا میشه. مگر این باید در بانک ریزرف امریکا باشه، چرا این پول از سال 1960 از زمان ظاهرخان در بانک امریکا بوده، این پولی نیست که بعضی دوستان میگن که پولی خود امریکا بوده 20 سال بر ما داد حالا پس میگیره، نه خیر، این پولی است که در زمان ظاهرخان، حتی در زمان مجید زابلی این پروگرام جور شد تا پشتوانی بانک افغانستان، و این در حدودی که 9.5 میلیارد است که 2 میلیارد عزیب در اروپا است، 7.5 میلیارد عزیب در امریکا است، در او 7.5 میلیارد 15.5 میلیارد عزیب طلا است، 3 میلیارد از این باند است، 3 میلیارد از این نقد است، فلحاظ ای در مرور زمان سالانه از 100 تا 200 میلیارد دلار میلیون دلار طلا عواید داره، بیشترین عوایدی که کرده که طلا قیمت بالا رفته تا 800 میلیون دلار هم عواید کرده و این عواید بر سر از این پول اضافه شده میره، به دولت افغانستان داده نمیشه، فلحاظ انتقال از این پول اشتباهی خود بود به نظر من، حتی افغانا و حکومت افغانستان این نظر را باید رد کنه، پول باید در بانک ریزرف امریکا باشه، در همونجا باشه پشتوانی بانکی، چرا که مراوده های بین المللی بانکی از طریق ریزرف بانک امریکا صورت میگیره، فلحاظ این پشتوانه را افغان باید از دست نتن به هر قیمت که باشه اونجا باشه، همه قدر شوه که پول آزاد شوه، و فکر نکنم دوست عزیز ما گفتن که جوی بایدن شاید لحاظ فرمانی که صادر کرده در مشکلات باشه، نخیر در مشکل نیست، چون مسئله 3.5 میلیاردی که برای کمک‌های بشری دو خودشان گفتن که ما با کمک‌های بشری نمیتیم در بانک مندازیم، و پولی که در پیش برای اختیار قضا داده، یعنی برای فی نفر 35,000 نفر مرده بود در 9 سپتامبر، با فی نفر 1 میلیون دلار اینا چیز کردن، 35,000 میلیون دلار یعنی 35 میلیارد مختص کردن، فلحاظ وقتی که قضا و حکم خدا بته برای جوی بایدن چیز مسئله پیش نمیده چی بار در گردن از اونا حکم خدا بته بسیار میگرده، فلحاظ پول افغانستان محفوظ میمونه، تلفان قرار نمیگیره و سیستم بانکی آقای افغانستان. آقای فاطمی و آقای بهیر از شما سپاسگزارم که در بحث تشریف آوردین و وصل شدین، و همچنان از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم که بیننده محور بودین. شبتون بخیر.